منشر با همکاری بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی در رابطه با انتخابات پارلمانی سال 1389 برنامه را روی دست دارند که در حقیقت و شهروندانشان آگاهی می دهند که کدام کاندیدا را انتخاب بکنند و چگونه به پای صندوق های رای برند. ما در پنجمین برنامه قرار داریم، یعنی به مفهوم که دو برنامه روی ساختار پارلمان گرفتیم، طوری که برنامه اول ما بگونی بود که آمدیم مکمل یک جمع‌بندی از پارلمان ارائه کردن دوستا و خواستیم بفهمیم که پارلمان چی وظایف و چی کارهایی را انجام داد. در بخش دوم هم در حقیقت آمدیم جایگاه پارلمان در قانون اساسی میخواستیم مطالعه بکنیم و در پلوی ازی جرگه هایی که ایجاد شد آیا ماهیت پارلمان از زیر سوال برد، یعنی در حقیقت در پارلمان قوت بخشید. خواستیم ایدو جرگه قومی یا جرگه که خصوصا جرگه سل را که اخیرا اتفاق افتاد با پارلمان یک مقایسه و بررسی بکنیم که آیا لازم است که در کشوری که داد از دموکراسی زده میشه و داد از سیستم دموکراتیک زده میشه، لازم است که ما چنین جرگه هایی داشته باشیم یا خیلی؟ به هر حال دوستا توضیحات خود داشتن، تحلیل های شاده داشتن، همه مطلب ارائه کردن. شما جزوه ایره که روی دست دارین جدن چاپ شده بود به نام ساختار شورای ملی افغانستان، در اونجا مکمل رویش توضیحات رفتن. سه برنامه دیگه ما که جزئی برنامه است از کاندیدای که خودشان را در پارلمان کاندید کردن و میخواین که وکیل مردم شوند و در حقیقت نماینده مردم شوند در مجلس، میخواین بفهمیم که راهکار اینا چی است، پارلمان اول چگونه ارزیابی میکنن و چی نواقص پارلمان اول خود تصحیح کردن. طبیعی است جمع از وکلای اعتقاد به ای داشتن که بنابر نبوده امکانات بعض از کارهایشون خوب اتفاق نافتادن و کارهای مؤثر حتی به می زبان هم گفتن کارهای مؤثر انجام دادن نتونستن، اما در یک قسمت قوی بودن. به هر حال بحث عمده و اساسی است که وکلای که در پارلمان می روند دیدشان نسبت به عدالت انتقالی چی است؟ آیا عدالت انتقالی در کشور تطبیق شدنی است؟ آیا خیر؟ بحث روی قربانیان جنگی داریم، سرنوشت اینا چی نمیشه؟ چی میشه؟ آیا بر اینا جبران خساری پرداخته خواهد شد؟ آیا به حرف و صدای اینا گوش داده خواهد شد و یا خیر؟ بحث روی کشتار غیر نظامیان داریم که تا چه وقت کشتار غیر نظامیان در افغانستان ادامه خواهد پیدا کرد؟ ختمش چه وقت خواهد بود و راهکار چی است؟ بحث روی قانونمند شدن نیروهای خارجی در افغانستان داریم. بحث پیشترم، هفته پیشترم، بخشیم برنامه پیشترم که روی قانونمند شدن نیروهای خارجی در افغانستان صحبت شد، مشکلات زیاده را مطرح کردن که یعنی گفتن امکان نداره. حالا وقتی سوا هستن ببینیم نظر اینا چی از داریم آره. و برنامه خود وکلا در رابطه با زنان، کودکان و جوانان چی خواهد بود؟ پیشنهاد ما ایست که هر دو بنیاد متواتر برنامه های متعدد را اندازی خود کردن، شاید 6 برنامه یا 5 برنامه دیگر را و پیش داریم. دوستان اشتراک بکنن و کسان را انتخاب بکنن که سزاوار مجلس خواهد بود. حالا من بعض از شعارها را میخوانم، لازم نیست که بگم شعار چی است. یک مرتبه تصور آدم از پارلمان طور میاد که اونجا یک میدان جنگ است. یک مرتبه کسی بگونی شعار داره که فکر میشه در میدان جنگ. یک مرد به کسی به گونه شعار داده فکر میکنیم که در کدام شرکت ساختمانی میدیم، یا کسی به گونه شعار داده فکر میکنیم که شما در یک شرکت آبرسانی هستیم. امیده نمیشون این خانم شکریه باید واضح بستادن چون در اونجا بودن که واقعا این بحثا اونجا جا داره، یعنی کنم چیز دیگه از کنم قصیم. بعد هم از همین شما تشکر میکنم. من از دوستا دعوت میکنم، از خانم شکریه دعوت میکنم که بیاین به استیج بشینه. خانم توسلی و آقای امینی.
اینجا مثل چاکی آزاد چه میشه دو ساله؟ برنامه را طور تنظیم میکنیم که اولا دوستا در روز 5 الی 7 دقیقه برنامه خود را تشریح بکنن، رسم برنامهشون را تشریح بکنن که به پارلمان آینده چی برنامه های را پیشنهاد میکنن و چی برنامه را پیشکش خود کرد. بعد میریم واردی بحث هایی که من بر شما یادداشت دادم، واردی بحث ها میشیم از زبان خودشون میشنیم که پارلمان میتونه صلاحیت چون این حرف هایی را که ما گفتیم یادداشت دادیم آیا میتونن به اینا برسن و یا خیر. بعد از ختم سخنرانی ما بحث داریم در داخل تالار، جمع از دوستا میتونن که سوال بکنن، اگر بحث داشته باشن به بحث بپردازن، از وکلایشان سوال بکنن. ما در ابتدا از آقای امینی خواهش میکنم که روی برنامه‌هایشان صحبت بکنن و بعد سوالات در بین نام خواهد داشته باشید.